سلام بیننده عزیز، به بخش دوم برنامه خوش آمدید. برنامه بوستان عافیت است و مهمان بخش دوم دکتر فهیم الدین کمیسار، متخصص جلدی. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. سلام خدمت شما، خدمت همکاران تخنیک و همچنان تمام بیننده خوب تلویزیون شما. تشکر دکتر صاحب. موضوع امروز ما موضوع سرطان های جلدی است. چرا سرطان های جلدی نظر به سایر سرطان ها واقعیت بیشتر دارم؟ تشکر از شما. ببینیم، چون در یک شخص کاهل پوستش تقریبا 2 متر مربع که تقریبا نظر به سایر ساختمان های بدن بزرگتر می باشن، و از طرف دیگر با فاکتورهای مختلف محیطی همچون میکروب ها، دشوار آفتاب و سایر فاکتورهای فیزیکی و کیمیایی مواجه است، به من نظر به سایر قسمت های ارگان های بدن سرطان های پوست و یا هم در کل بگون تمام امراض پوستی نظر به سایر امراض در ارگان های دیگه بیشتر می باشن. از همین سرطان های پوستی نظر به سرطان های ارگان های دیگه عمومیت دارن و بیشتر می باشن و در سراسر دنیا بیشتر است، و نظر به سایر ارگان های بدن مثلا معده و گلو و خون و قسمت های دیگه. بسیار خب، چی عوامل وجود داره که باعث ایجاد سرطان های پوستی نزد افراد میشن؟ خب در کل ما انواع مختلف سرطان ها داریم و ما عوامل مختلف به خاطر ایجاد سرطان های جلد پوستی داریم، ولی میتونیم در کل یک تعداد فاکتورهایی که مقصر است و اسباب به وجود آمدن سرطان های پوستی شناخته شده است، اونها را خدمت شما و دوستان بیننده به معرفی بگیریم. در قدم اول، معرض شدن مزمن به شعاع آفتاب یعنی اولویت A و B. در کنار معرض شدن مزمن به شعاع آفتاب، نژاد بسیار مهم است. کسانی که پوست سفید یا نژاد تایپ 1D، نظر به تصنیف که یکی از علمای جلد و زیبایی اونها را تصنیف کردن، اگر کسانی که پوست فوق العاده سفید و یا همسفید دارن، بسیار مسائل بخاطر سرطان های پوستی میرسن. در کنار اینها، کسایی که تاریخچه یا بک‌گراند فامیلی داشته باشن، به این معنی که یکی از اعضای خانوادهشان همچه مشکل را قبلا سپری کرده باشن، اینها همچنان یک رس فاکتور شده بکنن. در کنار اینها، زخم ها یا کراهات مزمن که جور میشه، دوباره تزیز میبینه زخم میشه، یعنی ترمیم شدن زخم شدن، اینها همچنان زمینه را مساعد میسازن به خاطر سرطان های پوستی، خصوصا اونهایی که بیشتر از 3 الی 4 ماه دوام میکنن. در پهلو اینها سیستم معافیتی ضعیف، بنابر هر دلیلی که باشن، ممکن است به خاطر استفاده بعضی از دواهایی که سیستم معافیتی را پایین کنند و یا هم بعضی از اندازه که سیستم معافیتی در اونها پایان نباشن، مثلا ایدز. در پهلو اینها یک تعداد ویروس ها همچنان در وجود آوردنش مقصر دانسته شده، از این جمله مثلا ویروس همون پاپیلوم ویروس که همان ویروسی که سبب زخم ها میشن. در یک تعداد حالات خود زخم ها بالخصوص در نواحی تناسلی و قسمت ها میتونن به سرطان های جلدی تبدیل شوند. در کنار اینها، آقای دیگر که تبا هنوز در دنیا شخص دارن یک تعداد مواد کیمیایی است، مثلا البته ما در قابط به نام کولتار و یا هم ارسنیک یاد میکنیم، اینها همچنین در بوجود آوردنش مقصر دانسته شدن، و اینها در کل همه اسباب یا فاکتورهایی که زمینه را مساعد میسازن به خاطر سرطان های جلدی. ولی چیزی باید خدمت دوستا عرض کنم، در کسانی که بنیه ژنتیکی یا ارثت مناسب داشته باشند، اینها هر فاکتورها برای اینها میتونن سبب وجود آمدن سرطان های جلدی شوند. تشکر دکتر صاحب. یک موضوع را که شما اشاره کردین از مسئله ریسک فاکتورها را، کسایی که در خانواده خود سابقه سرطان داشته باشند، احتمال داره که اینا دوباره به سرطان مواجه شوند؟ البته سرطان های پوستی هدف ماست. بله. یکی از ریسک فاکتورهاش داشتن بک‌گراند فامیلی یا تاریخچه خانوادگی هست. کسایی که همچین یک بک‌گراند داشته باشند، اینها یکی از مساعدینشان است. در صورتی که همین ریسک فاکتورها که خدمت شما عرض کردیم، بالخصوص معرض شدن مزمن به شعاع آفتاب در اونهایی که جلد روشن یا سفید دارن،
این میتونیم که به یک سبب به خاطر پیدا شدن سرطان های پوستی نزد مسئولین شن یا همه که بگرند فامیلی دارن شده بتنه. بسیار خوب. و چطور شناخته میشه کسی که مصاب به سرطان پوست باشن؟ تشکر. ببین ما اشکال مختلف سرطان های پوستی داریم که نظر به منشش و همچنین در کدام قسمت پوست موقع دارن نمیدانیم اونها را به سرطان های مراحل اپیدرمال اونهایی که مربوط به زمائن پوستی و اپندیج میشن و اونهایی که در طبقه دوم پوست که ما به من درمال یاد میکنیم میشن تقسیم بندی بکنیم. ولی چون یه از موضوع تخصصی و فوق التخصص بخاطر از اینکه دوستان همچنان بتونیم از اونها استفاده کنیم میتونیم ببینیم که به سه شکل اونها را تقسیم بندی میتونیم بکنیم: شکل خبیث، شکل سلیم و شکل پری مالگنان یا پیش قدم سرطان ها شده میتونیم. که در سرطان های که اونه هایی که خبیث هستن سه نوع سرطان داریم که به نام BCC یا بزل سیل کارسینوما یاد میشن، به نام SCC یا سکامو سیل کارسینوما و ملک ملوما یاد میشن که هر یکیش مشخصات خود دارن. ولی در کل باز میتونیم اینها را بعد انشاءالله سرش خواهم گپ زد. ولی میخوام که دو طریقه دیگهشون که اونهایی که سلیم هست ما بعض از امراض پوستی یا تومورهای پوستی داریم که مثلا میبستید یا شوز یا خالهای سید شوز که نداشت میگیم از اونها یا گوشته های نرمی که بعضا در پشت گردن و بعض قسمت های دیگه مثلا زیر قل دیگه میگیم که ما بنام سکین تگ یاد میکنیم. اینها اشکال سلیمش هست. ولی اتیا دیگرهشون که پیش قدم به سرطان های پوستی هست یا پیمالگنانت هست مثلا اکتیب کراتوزیس یا کراتو اکانتوما اینها میتونیم که در بعدها سبب بوجود آمدن سرطان های پوستی شن و تحول بکنیم به سرطان های پوستی. هر یکی از اینها کلینیک مشخص خود دارن و شناخته میشن. ولی چون تخصصی و فرق تخصصی هست نمیخواییم بسیار عمیق سر اینها بحث بکنیم. ولی در کل زمانی که یک شخص در خانواده، در فامیل یا در خود این نکات داشته باشن که خدمت دوست عرض بکنیم مشکوک شن به سرطان های پوستی. یک، در صورتی که اگر یک زخم جلدی یا پوستی داشته باشن که بیشتر از 3 الی 4 ماه دوام بکنه و با وجود اهتمامات لازم توسط دکتر سردا و خودشان بهبود پیدا نکنند یعنی مزمن شوند. در همچ یک حالت اینها مشکوک شوند به سرطان های پوستی. دوم، کسایی که یک زخم نامتقارن داشته باشند یعنی یک طرفه داشته باشند اونها همچنان مشکوک شوند به سرطان های پوستی به شرطی که همان 3 الی 4 ماه دیورشن یا زمان داشته باشن و طرف بهبودی نرفته باشن. در پهلوی اینها زخم هایی که کناره های یا بادر های سرحدات غیر منظم داشته باشن اینها همچنان مشکوک به سرطان های پوستی هستن. و اونهایی که یا زخم هایی که قطر بیشتر از 6 میلیمتر داشته باشن یعنی بیشتر از یک سر پنسل پاک باشن، پنسل پاکی که در نهایت قلم می باشن، پنسل می باشن اگر بزرگتر از اونها باشن همچنان باید مشکوک به سرطان های جلدی شوند. در کنار اینها رنگ نامنظم می داشته باشن در صورتی که در سایزش تغییر دهند، کلان شوند و همچنان در پهلوی اونها رنگ متغیر یعنی در یک ناحیه یک رنگ در قسمت دیگرش دیگر هم داشته باشن. همچنان ممکن است آویزان داشته باشن و بعض حالات چرک پیدا کردن و خونگی و همچنان حالات همچنان درارت به سرطان های پوستی می کنند. ولی در کل بعض از مشخصه های تخصصی که نزد دکتر که مراجعه می کنند اونها نزدشان پیدا می کنند یعنی علائم اونها بعض وقت که به دکتر دهیم من می خواهیم که اونها را خدمت شما و بینده شما عرض بکنم. ولی زمانی که همین کریتریا و شاخصه های مشخصه هایی که خدمت اینها عرض کردم اگر اینها دیدن باید مشکوک شدن به سرطان های پوستی و خوب است که برای نزد یکی از متخصصین از نزدیک مشورت بکنن که آیا سرطان هست یا نیست پیلا رد بکنن و یا هم تایید بکنن که بله هست و در
قدمه های اول اگر اینها اقدام بکنن به درمان تداویشن انشالله که بسیار برایتی خوب میشن و بسیار های اندکی و کوچک زریعه دارن همچنین خوب از بگیم که از نظر حزمه و از نظر دیوریشن باز خوب و کوچک میباشن و اصلا میباشن. تشکر دکتر صاحب. سرطان های پوستی بیشتر در کدام نوعی بدن دیده میشن؟ خب تشکر از شما. ببینیم چون یکی از بزرگترین ریسک فاکتور به وجود آمدن سرطان های پوستی حمل مریض شدن مزمن به شعاع آفتاب است، میتونیم در قسمت های مکشوفه بدن یا مواردی که مستقیما معروض به شعاع آفتاب باشند بیشتر پیدا شوند، ولی در کل میتونیم در هر قسمت از بدن پیدا شوند، ولی قسمت هایی که بیشتر دیده میشن و بیشتر معروض به سرطان های پوستی میشن و آنهایی که ما همچنان در شفاخانه های و کلینیک های خود مواجه هستیم عملا به همچون مریضان، توجه و مراقبت سرطان های پوستی معمولا در نواحی سر، صورت، گردن و دست ها میباشن، ولی میتونن در هر قسمت از بدن بوجود بیان خصوصا اشکال غیر رسمی اتیپیکلشن. تشکر بسیار زد دکتر صاحب. سوال دیگه که نزد عمتان ما شاید پیدا شوی است که آیا خلای سیاه هم میتونه باعث سرطان پوست شود یا خیر؟ آه تشکر، موضوع بسیار خوبی اشاره کنید. ببینید در 25% حالات خلاهایی که بعضی از مشخصه که میخواییم خدمت دوست عرض بکنم داشته باشن میتونیم به سرطان های پوستی تحول بکنن، یعنی اون خاله هایی که مشخصات مالگنین میلانوما داشته باشن میتونن بعدی به سرطان های پوستی تبدیل شوند. یعنی خاله هایی که البته مؤلف های معتبر دنیا یا دپارتمنت جلدی امریکا همین سرطان های مقال های سیاهی که ممکن است به سرطان های پوستی مبدل شوند با الفبای انگلیسی ABCD کاتگوریز کرده. اون خاله هایی که اول امی حرف ایش اگر بگیم یعنی اسیمتری یا غیر متناظر باشن یک طرف های باشن، اونها رو میتونن که تغییر بکن یا تحول بکن به سرطان های پوستی. دومشون همون حرفی بی است، این باردر های کناره هایش طوری که قبلا هم خدمت دوست عرض کردم اونایی که باردرها یا کناره های غیر منظم داشته باشن همچنین مشکوک به سرطان های جلد یا پوست میباشن. در کنار اونها حرف سی یا همون کالا یا رنگش میباشن، در صورتی که رنگ یک خال یا اندفاع یک رنگ نباشن و در دو ناحیه مختلفش رنگ های متفاوت داشته باشن، در همچین یک حالت همچنان این خارها بتونن تحول بکنن به سرطان های پوستی. و چاره میشن همان حرفیدی یا دیامتر یا قطر خود خال میباشن، در صورتی که یک خال قطرش بزرگتر از 6 میلیمتر باشن یک خالصی اونها را همچنان مشکوک به سرطان های پوستی شدن، بلخصوص همین کریتریا مشخصه هایی که قبلا ذکر کردم. و در کنار اینها خاله که هم رشد بیش از حد داشته باشن و در کنار اینها آزادن پیدا کنن، چرب پیدا کنن و مشکلات دیگر اونها که اگر خارج و سوزش پیدا کنن در همچی یک حالت مشکوک به سرطان های جلدی شن و همچی خاله ها میتونن که سرطان های پوستی یا جلدی را به بار بیارن، ولی در کل در 25% وقت میتونن به سرطان های جلدی یا پوستی مبدل و تبدیل شن. تشکر بسیار زیاد. بیننده عزیز، به یک میان برنامه کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم. سلام و مجدد بیننده عزیز، دوباره خوش آمدید. موضوع برنامه ما سرطان های پوستی است و مهمان برنامه دکتر فهیم الدین کمیسار، متخصص جلدی. دکتر صاحب، میخواستم پرسان کنم که بعضی ها خالکوبی میکنن و یا تتو میزنن، این موارد هم میتونه باعث سرطان های پوست شوه یا خیر؟ خب تشکر. نه خیر، گرچه خالکوبی هم مشکلات از خود دارن و میتونه بعضی از مشکلات پیدا بکنه، مثلا انتقال بعضی از امراض ویروسی ساری، مثلا زردی سیاه، زردی سفید یا HBS و HCV و همچنان یک مرض شایعی که امروز در دنیا است به نام ایدز، در صورتی که از وسایل
منتن استفاده شوند یک بار مصرف نداشن میتونیم که انتقال شود. و بر کنار اینها یک مشکل دیگر پوسی یا جلدی که ما بنامه کیلویی دیاب میکنیم یا گوشتی که سخت میشن بر همان قسمت که ضربه میبینن یا هم زده میشن کیلویی ممکن است پیدا شوند. در غیر اونها تحول به سرطانهای پوستی ما شاهدش نیستیم و در رفرنس ها همچنین هنوز چیزی نوشته نشده. تشکر دکتر صاحب. آیا سرطان های پوستی قابل پیشگیری و یا هم قابل تداوی هستند یا خیر؟ خب سلامت باشید. بلی بیدیم چون در اسبابش یا در همون فاکتورهایشون دو مارس فاکتور داریم. بینید که یکیش قابل وقایه و جلوگیری و پیشگیری هست و اعتقادش نه. مثلا مریض شدن مزمن با شعاع آفتاب یکی از ریسک فاکتورهای بزرگ به وجود آمدن سرطان های جلدی یا پوستی میباشند. در صورتی که کسایی که از نظر ژنتیک یا ارثی مساعد باشند اونها باید کوشش بکنن پیشگیری بکنن از مریض شدن مزمن با شعاع آفتاب، یا به همین شکل میفهمن که از مریض شدن از مصاب شدن با سرطان های پوستی بکاهد و یا هم جلوگیری بکنن یا خود را وقایه بکنن. ولی اعتیاد فاکتورهایی که اونها را نمیتونین انسان خودش انتخاب بکنن یا از اونها جلوگیری بکنن، مثلا داشتن ارثه، داشتن نژاد سفید یا پوست سفید تایپ 1 و 2 که در همچون یک حالت البته نتیزه کرده نمیتونین، همان فاکتورهایی که اونها قابل جلوگیری یا پیشگیری است، یعنی همان داشتن وسایل محافظتی یا معروض نشدن به مزمن در شعاع آفتاب یا همان ویروس هایی که مثلا ویروس که صاحب زخم میشن خصوصا تایپ 16 و 18، اونها اگر اونها باشن در ابتدا درمان رو تداوی بکنن مشکل ندارن و تحول نمیکنن به سرطان های پوستی. همچنان همان خال هایی که خدمت دوستان قبل عرض کردم، اینها همان ریسک فاکتور های است. اگر در مرحله اول جلوگیری شون و اونها را نگذارن که تحول بکنن به سرطان های پوستی میتونن که وقایه شون و برمیگردن به تداویشن بعد از اینکه توسط شخص دکتر متخصص جلدی مشخص شد. البته بعد از علائم کلینیکی که خود شخص یا اندفاعشون داشته باشن و همچنین اگر لازم باشن که اکثر لازم باشن ما بایوپسی میگیریم و به لابراتوار روان میکنیم. بعد از هستوپاتولوژی زمانی که مشخص شد که کدام شکل از سرطان های پوستی میباشن انتخاب میکنیم شیوه مشخص درمان همان شکله. مثلا ما اشکال بسیار سطحی و خفیف داریم که ما میتونیم با استفاده از لیزر همچنان اونها را تداوی بکنیم بسیار براحتی، مثلا سوپر فیشل پیگمنت بی سی سی. ولی یک طرف اشکال دیگر سرطان های پوستی است که اونها نیاز به عملیات پوستی دارن که میتونیم پوست از نواحی دیگر برشان انتقال بکنیم، خود لپای نواحی که سرطان دارن کاملا برداشته میشن یا از قسمت دیگر برشان پوست آورده میشه که میدونم اسکن گرافت یاد میکنیم و یا هم از پهلو یا کناره هایش پوست دایر داده میشن و بینمی قسمت طوری که اعلای ساحه حفظ شده باشن و خون رسانی در ناحیه موجود باشن و قسمت که برداشته میشن در قسمت پس پوست جابجا شده و ناحیه همچنان پس پر شدن. ولی یک سکار و یا هم همان خط جراحی ممکن است بعد از خوب شدن در ناحیه بمانند. و ما اشکال مختلف سرطان های پوستی نظر به وخامت مریضی، نظر به موقعیتش میتونیم البته بعد از دیدن از نزدیک و تشخیصش که بعد از بایوپسی و هستوپاتولوژی میشن تصمیم بگیریم. خود از در کل بگیریم که ما روش های مختلف درمان برشون داریم، از دوایی که زرق میشن داخل خود اندفاع، همتنان توسط لیزر برداشتنش یا لیزر درمانی و همچنین جراحی. ولی خوبترین راه دور کردن سرطان های پوستی که تبا هنوز در دنیا رایج است و بیشتر انجام میشن همان عملیات های
سرطان ها بشن. تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، چقدر امکانات در افغانستان وجود داره به خاطر تشخیص و تداوی سرطان های پوستی؟ خب بسیار سوال بسیار خوبی رو پرسیدیم. ببینیم، خوشبختانه امروز تمام هم تکنولوژی که در دنیای غرب یا کشورهای دیگر داشتیم و قبلا نداشتیم در افغانستان خوشبختانه موجود هست. به این معنی که سرطان های پوستی اکثرا، البته اکثرات مطلقشون براتون بگیم، چون بیشتر از 70-80% شکل بی سی سی یا بیزل سی کارسینوما تشکیل میدن، اینها میتاستاز یا انتشارش به نواحی دیگر بسیار محدود است. اگر به فیصدی بگویم 0.002% هست. به این معنی که میتاستاز یا به نواحی یا ارگان های حیاتی دیگر انتشار نمی کنن و اگر انتشار می کنن بسیار چیزو محدود هست. و شکل دیگرش که به نام SCC رو بکنن، اونها گرچه نسبتا تمایل به میتاستاز دارن ولی زود نه، وقت و ضربه دارن زمانگیر میشن. به نام طوری که قبلا خدمت دوستا از کردن، زمانی که مشکوک میشن به سرطان های پوستی برن مقدمه اگر مراجعه بکنن نزد دکتر رو تشخیص شدن. و شکل سومش که همان MN یا ملدین ملانین است که اینهاش شدیدن تمایل به میتاستاز دارن به مراحل دیگر برن، به ارگان های دیگر. اینهاش باز کنک مشکل ساز هست. ولی در کل زمانی که اگر در وقت مشخصه که میتاستاز نداره باشن، به ارگان های دیگر انتقال نشده باشن، مراجعه بکنن. 100% قابل درمان است و تداوی میشن. خوشبختانه در افغانستان، در کشور ما، دکتر صاحبان ما عملا در شفاخانه های خود روز 1-2-3 عملیات اینها را دارن، بسیار بسیار این تداوی درمان میشن، مشکل ندارن. بعد از دیدن و همان معاینات لازم که ما به خاطر تشخیص نوع سرطان داریم، ما تداوی مشخص برش انتخاب میکنیم، همان تداوی دوایی و یا هم لیزر درمانی. و آخرین تداوی ما که لازم داشته باشیم همان جراحی یا برداشتن خود اندفاع میشن. ولی در یک تعداد حالاتی که اگر خدا ناخواسته، گرچه ما تقریبا فکر بکنیم که شاید 2% در 100 نفر، 2 نفر ما اگر میتاستاز داده باشن، یعنی به سایر ارگانهاش انتقال شده باشن، خوشبختانه فعلا امکانات شیموتراپی یا کیموتراپی یا توسط دوایی که درمان بشن در بعضی از شفاخانه های اختصاصی خودش، بالخصوص شفاخانه جمهوریت ما، میتونن قابل درمان باشن و ما ریفر میکنیم برای اونها. یک مشکلی که تا به حال ما در افغانستان داریم همان تداوی با شعاع یا رادیوتراپی که نمیگیم، بدبختانه که اینها را تداخل نداریم. ولی در سرطان های پوستی، اونهایی که میتاستاز نکرده باشن، در اکثر مواقع همین شیوه های دیگر درمانی که خدمت شما عرض کردم مؤثر میرسن و قناعت بخش میرسن. ولی در ارتباط حالات که ما نیاز بدانیم و ضرورت باشن، باز مجبورم که اونها در 100 نفر 2 نفر میرسن، ریفر کنیم به یکی از سنترهای مجهز که قابلیت درمان به شعاع یا رادیوتراپی داشته باشن، ریفر میکنیم. اونها میتونن که در کشورهای البته همسایه ما یا بیرون از افغانستان، چون بدبختانه که ما رادیوتراپی یا همون خدمات شعاعی را فعلا در افغانستان ندارم، یا ما گرفتیم که آینده های نزدیک همچه خدمات همچنین داشته باشیم. تشکر دکتر صاحب از آمار که یادآوری کردین. خوشبختانه فکر کنیم بسیار آمار کم است و از امکاناتی که در داخل کشور ما یادآوری کردین و این خوشحال شدیم. و من این پرسش اخیر میخوام توصیه شما را برای بیننده های عزیز داشته باشیم که چگونه میتونن از سرطان پوست پیشگیری بکنن. سلامت باشین. تشکر. اول خدمت دوستاد عرض میدارم، چون در روزهای که شما قرار دارم یک مرض مهلک کشنده به نام کرونا وجود دارن، اینها کوشش بکنن خود و خانواده و وسایلی که در دور بغل خود وجود دارن با وقایه که منابع طبی وزارت صحت ارائه میکنن و خدمت اینها توصیه میکنن عملی بکنن، تا خود و خانواده و وسایلی وقایه بکنن تا مسئله همچون مریض نشان. بعد از اون میخواییم که بگیم در سرطان های پوستی
فقط امان ریس فاکتوری که ما میتونیم وقایع بکنیم، مریض شدن مزمن باشه یا آفت اینها جلوگیری بکنن، در کنار اونها اگر مصاب زخم‌های پوستی نباشن، خصوصا همه زخم‌های پوستی نمیتونن به سرطان‌های پوستی تبدیل شن، ولی در یکدیگر حالات اونهایی که تایپ 16 و 18 همان ویروس به نام هومن پاپیلوما ویروس داشته باشن، میتونن به سرطان های پوستی تبدیل شن. به من زخم های پوستی رو نادیده نگیرن، برن نزد یکی از متخصصین تداعی بکنن تا تغییر نکنن به سرطان های پوستی. و سایر مواردی که اونها مثلا نژاد سیت در دست من است، من میتونم که نژاد خود تغییر بدیم و سیت یا بگرند خود همچنین میبر اختیار من است که تغییر بدیم. اونهایی که نبیشن فقط همین ویروس فاکتور اونها تبعید ممکن بکاهد و جلوگیری میکنه از مصاب شدن به سرطان های پوستی. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، سلامت باشین، از اینکه وقت گذاشتین. سلامت باشین صاحب، تشکر از شما و همکاران بخش تخنیک شما و تمام بنده های تلویزیون شما. تشکر، سلامت باشین. بیننده عزیز جان، سپاس که تایید ما را همراهی کردین. برنامه بوستان عافیت بود. تا برنامه بعدی که دوباره خدمت شما قرار میگیریم، شما را بالای پاک میسپارم. در خانه بمانید تا مصون بمانید. انشاءالله توصیه های سیره که دکتر سپا برای شما میرسانن اونا را هم عملی بکنین. تشکر، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.